فصل 19 چه بلایی سرت اومده ارنست؟ رنگت کلا پریده؟ ارنست به مادر زن آیندهش گفت او به خاطر اون ماسکه دیدمش زهره ترک شدم لوکریس با تعجب پرسید یعنی این ماسکی که ونسان تررایی کرده انقدر ترسوندتت؟ نگهبان جوان قبرستون روی یکی از پله نشسته بود تا حالش جا بیاد با ترس و لرز پرسید چرا همچین چیزایی ترسناکی می سازه؟ او قبل از اینکه بره کمپ آموزشی پسرک بیچارم بهش گفته بود همه دلحورش رو با ساختن این ماسکا خالی کنه اینها در واقع تدایی کننده موجودات خبیسیه که توی کابوساش میبینه ملین مسهور عشقش اومد کنار ارنس نشست و اون رو در آغوش گرفت باید بگم نام زده عزیزم خیلی حساسه قربونت برم میشی ما به اونها ملحق شد و نظرش رو گفت منم باید بگم برای کسی که نگهبان قبرستونه عشق مرلین باعث شد پشت ارنست در بیاد ولی جدی ونسان باید به مردم هشدار بده چون این کارا خطرناکه لوکریس مخالفت کرد بی خیال خوبیش اینه که با ذوق و شوق اونا رو میسازه و سرش گرمه دیگه هم نشخار نمیکنه این خودش یه پیشرفته در زم نرنست میدونی ما تو از پزشک جماعت بیزاری بله میدونم بگذرید میگم احیانا شما یه لیوان آب زندگی این دوروبر ندارید آب چی؟ نه خیر ما از این نوشیدنی ها اینجا نمیفروشیم میشی ما کرد از طرف این ماسکاب نمیدونم باید دید چطور میشه داشت استنتاج میکرد که زنگوله اسکلتی در جیرینگ جیرینگ به صدا در اومد و یه خانم مورفرفری چاق داخل شد لوکریس با شتاب به پیشوازش رفت به به خانم پوکت پینسون چه عجب از این ورا اومدید اون یه مقدار بدهی قصابی رو بگیرید نه به خاطر اون نیومدم به خاطر خودم اوه واقعا اتفاقی افتاده فهمیدم از وقتی که مریض شدم شوهرم با پیش خدمت رستوران واتر روی هم ریخته واسه همین میخوام خودم راحت کنم مشکل قلبی دارم آقای تواش بلا فاصله یکی از ماسکای ونسان رو برداشت و خودش رو وسط مرکه انداخت. او که اینطور. مشکل قلبی. به نظر من خانم پوکت پینسون اجازه بدید لطفا چشماتون رو ببندید و تا وقتی من بهتون نگفتم باز نکنید. زن خپل و مطیع قصاب مثل حیوانی که به کشتارگاه میره اطاعت کرد و آهسته پلکاش با مژگانی بلند و گاو مانند بست. میشیما بندای ماسک بزرگ رو زیر گردن زن گره زد و آینه ای به دستش داد حالا بازشون کنید وای ماسک از لاشه مرغی که ونزان احتمالا از زبال دونای آشپزخونه پیدا کرده و پاک کرده بود درست شده و پیشونی و چونش با پارچه های کهنه تزئین شده بود دماغش از منقار مرغ و دو سمت ماسک چشم های پلاستیکی به رنگای سبز صورتی صورتی می میچرخیدن هر دو چشم رو در حدقهشون تاب میخوردن و آهنگی از اونها خارج میشد دو ردیف دندان که با چراغهای درخت کریسمس تزئین شده بودند روشن و خاموش می شدن. لبهای از که استخانهای برهی که بعد جور شکسته بود به نظر شبهای ونسان شبهای خیلی آرامش بخشی نبودن. کابوسای اون در قالب این ماسک بزرگ و رنگارنگ که به شکل انکبوت و دیگر حیوانات سمی ساخته شده بود و دود از سر و چشمش بیرون میزد و چشماش مثل مار میپیچید قلب بیمار رو بدجور به تپش می‌آورد. وای زن غصاب محکم رو زمین افتاد میشیما به سوی زن خم شد و کنارش زانو زد خانم پوکت پینسون خانم پوکت پینسون بلند شد و تایید کرد کار میکنه